أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي لا ينسى من ذكره ولا ينقص من شكره ولا يخيب من دعاه ولا يقطع رجاء من رجاء والصلاة والسلام على رسوله محمد صلى الله عليه وسلم المؤيد بالقرآن والمرسل إلى الإنس والجان اللهم اجعلنا بهم متمسكين وبولايتهم من الفائزين الآمنين الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون عباد الله اوصيكم ونفسي بتقوى الله. خداوند بزرگ را بر توفیق حضور در مراسم نماز جمعه شکرگزاری می کنم. خودم که از همه بیشتر نیازمندم، همه حضار خواهران و برادران را به رعایت تقوا پروا پیشه کردن سفارش می کنم. تقوایی که شرط قبولی اعمال انسان است و عامل سعادت و خوشبختی انسان است. قرآن ناطق محور حق، امام سفید رویان علی علیه افضل و صلوات المسلین فرمودن آگاه باشین، تقوا رو حفظ کنین، الا فسونوها و تسونو بها، با تقوا خودتان را از هر آسیب و از هر خسران و زیانی هم در عالم دنیا و هم در عالم آخرت محافظت کنید. امید است هممان به این وصیت و این بهترین سفارش توجه داشته باشیم. در خطبه اول بحث کوتاهی از منظر قرآن درباره رعایت حقوق افراد و متخلق بودن به محاسن اخلاقی و اینکه بدون توجه به جامعه و مردم انسان نمیتواند به کمال برسد و با عبادت فردی انسان اون درجات را که خداوند برای انسان در نظر گرفته و اون درجات نخواهد رسید، با توجه به نیاز امروز مردم و جامعه به این گونه مباحث در خطبه اول این بحث را از منظر قرآن با توجه به شرایطی که داریم پی خواهیم گرفت. خطبه دوم همون گونه که مستحضرید علاوه بر مسائلی که ایجاب میکنه امروز در ارتباط با مردم و جامعه با اونها بپردازیم و نکات را مطرح میکنیم. در آستانه مصیبت شهادت صدیقه طاهره زهرای مرضیه سلام الله علیها قرار داریم. در ارتباط با این مصیبت نقل و تاریخ اختلاف داره. بعضی از تاریخ ها این نقل را تایید میکنن که بی بی سلام الله علیها 75 روز بعد از پدر بزرگوارشان زنده بودند و بعضی از نقل ها هم می نویسند 95 روز. روایات دیگری هم هست، معروف همین دو روایت است. روایت اول گذشت که 13 جمادی الاولا بود
روایت دوم سوم جمادی و ثانی است. امروز 26 جمادی الاولی است، این ماه 29 روزه، فردا شنبه 27 است، یک شنبه 28، دوشنبه روز آخر ماه میشه و سه شنبه اول ماه جمادی الثانی است. روز پنج شنبه به روایت 95 روز، روز شهادت صدیقه طاهره زهرا مرضیه سلام الله علیها است. من در خطبه دوم گوشه ای از سخنان بیبی را به عنوان یک طرح سازنده و اصلاحگر در مسیر اهداف بلند و هدایت و سعادت و نجات بیبی انشاءالله عرض میکنم. غرضم از این مباحث و از این مطالبی که مطرح میکنم در فضای نماز جمعه آشنایی مردم با سبک زندگی زهرا، بیدارگری زهرا، ظلم ستیزی زهرا و در یک عبارت خوشبختی و سعادت مردم است. اما بحث خطبه اول، قرآن به پیامبر خطاب می کند و پیامبر را این گونه معرفی می کند: انک لعلی خلق عظیم. در سوره مبارکه قلم: پیغمبر، تو دارای اخلاق بزرگ هستی. خدا به پیغمبر فرمود خذ العفو، پیغمبر عفو را پیشه کن. جبرئیل وقتی این آیه را به وجود نازنین پیامبر نازل کرد، پیغمبر فرمود چگونه عفو کنم، چگونه مدارا کنم؟ جبرئیل عرضه داشت یا رسول الله اجازه بده برگردم از خدا بپرسم و جواب سوال شما را برگردانم و بیاورم. وقت رفت، بار دوم برگشت، عرضه داشت خدا به شما سلام میرساند، میفرماید کسی که به تو ظلم کرده از او بگذر، کسی که تو را محروم کرده تو به او رسیدگی کن، بذل و بخشش کن. کسی که با تو قطع رابطه کرده تو با او رابطه را برقرار کن. ما امروز به این مفاهیم به شدت نیازمندیم. برای ساختن یک جامعه اگر سختگیری ها، لجاجت ها، دشمنی ها ادامه پیدا کند، وضعیت بهبود پیدا نمی کند. باید برگردیم فرهنگ زنده و پویای قرآن را نهادینه کنیم، تنها به احترام به قرآن، به خواندن قرآن، به تبرک به قرآن بسنده نکنیم. قرآن به صراحت اعلام می کند رعایت حقوق افراد، دارا بودن محاسن اخلاق، دقت در منش، در آداب، توجه و انسجام، اتحاد و اهتمام و برنامه ریزی برای رسیدن به کمال، اینها شاخصه های مهم برای ساختن یک جامعه اسلامی است، یک جامعه که در قرآن مطرح است، یک جامعه که پیامبر برای ساختن اون جامعه مأمور بوده. اینها را باید از کجا آغاز کنیم؟ باید از شخص، باید از خانواده، از نزدیکانمان شروع کنیم. هیچ حاکمیتی، هیچ مردمی، هیچ جامعه‌ای اگر
از خود شروع نکنن، از خانواده شروع نکنن، از فرزندان شروع نکنن، نمیتوانن یک جامعه سالم، مؤدب، متحد با هدف ملی و انسانی بتوانن تربیت کنن. باید ما در محیط خانواده این مسائل تزریق کنیم به ذهن فرزندانمان، در مکتب، در دانشگاه، در حوزه ها، در اسلام یاد خدا، الا به ذکر الله تطمئن القلوب، یاد که دلها را آرام می کند، با بی اعتنایی به جامعه سازگار نیست. هم باید به یاد خدا بود، هم باید به فکر مردم بود. پیوند خدا و اجتماع یک پیوند ناگسستنی است. رابطه بین محبت به خالق و خلق، این یک رابطه نهادینه و پذیرفته شده و شناخته شده است. عبادت هم به نیایش است و هم در تلاش و کوشش برای اصلاح امت، برای آبادی و آسایش زندگی مردم. لذا قرآن شاخصه های با تقواها را این گونه معرفی می کند. همین تقوایی که در هر خطبه، در هر دو خطبه، در هر جمعه سفارش شده یاد شود. ربنا هب لنا من ازواجنا و ذریاتنا قرة اعین و جعلنا للمتقین اماما. خدایا مایه چشم روشنی ما را از طریق خانواده و فرزندانمان فراهم کن. و جعلنا للمتقین اماما، ما را پیشوای پرواپیشگان قرار بده. تقوا تنها به ترس و کنارگیری نیست. از امام معصوم وقت سوال می شود تقوای عالی چیست؟ فاتقوا الله حق تقاته، تقوایی که به درجه کمال انسان را میرساند چیست؟ فرمودن جایی که خدا خواسته حضور داشته باشی اونجا باید حاضر باشی. ان لا یفقدک الله حیث امرک، گاهی باید در صحنه سازندگی، گاهی در صحنه تعلیم و تربیت، گاهی در صحنه جهاد و مبارزه، گاهی در صحنه دفاع از مظلوم، صحنه های علمی اخلاقی، صحنه های سخت و ناهنجار، اما بعض جاها حضور انسان تأیید دشمن است. آب با آسیاب دشمن جاری کردن از اونجا باید قدم ها استوار باشد. ولا یراک الله حیث نهاک، جایی که خدا خواسته انسان حضور نداشته باشد اونجا نباید حضور داشته باشد. من این فراز را و این بخش را با شرایطی که امروز کشورمان گرفتار است و نیاز است و این موضوعات بیشتر توجه کنیم، به این بخش بیشتر نگاهی بیندازم و خطبه اول را به پایان برسانم. وساطت در صلح، نهادینه کردن صلح، همون عبارتی که پیغمبر فرمودن صدقه بالاتر از اصلاح بین مردم نیست. فرمودن اصلاح بین مردم از نماز و روزه ارزشش بالاتر است. وظیفه مسلمان ها در جامعه اسلامی پیوند است، همدلی است، ایجاد صمیمیت و صفا و همپذیری است، نه ایجاد دشمنی، فاصله. دوستی بخشی است، خطا پوشی است. درباره یکدیگر باید دید مثبت داشته باشیم.
دیدها را باید مدیریت کنیم، قلبها و ذهنها را باید مدیریت کنیم. امیر بیان فرمودن علیکم به تواصل و تبازل، به همدیگه برسین، ببخشین، محبت کنین، آثار این پیوند باید دیده شود. اگر دست دیگرها را نگیریم، اگر یاری نکنیم، اگر کمک نکنیم، تبازل نداشته باشیم، معلوم است از همدیگه فاصله داریم. علیکم به تواصل و تبازل. والعصر ان الانسان لفی خسر، همه در ضررن الا الذين امنوا وعملوا الصالحات، اونهای از ضرر و خسران رها شده اند. تواصوا بالحق و تواصوا بالصبر، همدیگر به حق سفارش میکنن در مقابل رسیدن به هدف، صبر و بردباری دارن. ما باید همپذیر باشیم، همدیگر پذیر باشیم، یاور همدیگر باشیم. و ایاکم و تدابر و تقاطع، پشت کردن به همدیگر، قطع کردن رابطه ها، فضاهای دشمنی و ستیز فراهم کردن، اینها برخلاف دستورات قرآن است. بس است فقط همین آیه را از سوره مبارکه حجرات بخوانم. و این طائفتان من المؤمنین اقتتلوا فاصلحوا بینهما، وظیفه همه مسلمان ها، افراد جامعه، نهله ها این است که ارتباط صمیمی و برادرانه داشته باشند. اگر به هر دلیلی دو طایفه از مسلمان ها از مؤمنین رو در روی همدیگه قرار گرفتن، ما نباید اونها را رها کنیم. باید برای خاموش کردن این آتش تلاش صورت بگیرد. و این طایفتان من المؤمنین اقتتلوا فاصلحوا بینهما، بین اینها اصلاح کنین. همون گونه که ما در گذشته ضرر و زیان و آسیب اختلافات را دیدیم، چقدر نیروی انسانی ما هدر رفت، چقدر ثروت ما، عوامل پیشرفت جامعه و مملکت ما، امروز ما خیلی از کاروان تمدن و از کاروان علم و پیشرفت و آسایش جهانی فاصله داریم. ملت ما شایسته این فقر کمرشکن نیست و نبود. مردمی که این همه سرمایه دارن، این همه معدن دارن، زمینی با این ویژگی و اقلیم ویژه دارن، نباید برای رسیدن به یک زندگی، به یک نان و به یک لباس این همه آوارگی و این همه اسارت و این همه ذلت را تحمل کنن. این نتیجه بی تدبیری بود، نتیجه بی برنامگی بود، نتیجه حرکت کردن به سمت و سوی شعاری که دیگران از بیرون ما را حمایت می کردن. امروز این تجربه ها را مورد توجه قرار بدهیم. شرایطی که به وجود آمده، صلح و امنیت، گذشت و عفو را نه تنها به زبان، در عمل نشان بدهیم و پیاده کنیم. کسانی که دم از تقوا میزنن، دم از دین میزنن، از آدرس قرآن حرف میزنن، صلح و یک پارچگی جامعه را باور ندارن، اینها مسیرشان در مقابل قرآن مسیر دیگری است. فاتقوا الله و اصلحوا ذات بینکم، علامت تقوا اصلاح است، سازندگی است. و این تصلحوا و تتقوا، اگر اصلاح شدین، صلح داشتین،
همدیگر را قبول داشتین، اختلافات را کنار زدین و تتقو جامعه با تقوا شدین، فإن الله کان غفور رحیما، رحمت خدا نازل می شود، عزت می آید، استقلال می آید، اختیارات ما، سرنوشت خودمان به دست خودمان قرار می گیرد. با بیتوجهی پشت کردن به این نسخه های حیات و سعادت ما ره به جای نخواهیم برد. یک بار دیگر همه ملت و مردم ساکنین این سرزمین را به نگاه عمیق به محتوای قرآن و ایجاد یک زندگی مرفه و عزت و اقتدار دعوت می کنم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. اذا جاء نصر الله والفتح و رأیت الناس يدخلون في دين الله افواجا فسبح بحمد ربك واستغفر انه كان توابا. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله، الصلاة والسلام على محمد رسول الله. وعلى علی امیر المؤمنین، وعلى الصدیقة الطاهرة، وعلى الحسن والحسین، وعلی ابن الحسین، و محمد ابن علی و جعفر ابن محمد و موسی ابن جعفر و علی ابن موسی و محمد ابن علی و علی ابن محمد و الحسن ابن علی و الحجة الخلف الصالح. ائمة المؤمنین، بار دیگر خودم همه شما عزیزان، خواهران و برادران را به رعایت تقوا پروا پیشه کردن سفارش میکنم. اولین نکته ای را که در خطبه دوم لازم است مطرح کنم و یاد کنم، مسئله عفو عمومی است که بعد از سقوط حاکمیت گذشته و برقراری امارت اسلامی اعلان شد. عفو عمومی نسبت به همه کسانی که در این کشور زندگی می کنند و از ملت و مردم این سرزمین هستند، ولو در حاکمیت گذشته مشغله داشتن، مسئولیت داشتن، عفو عمومی اعلام شد. لازم است من عرض بکنم سالیانی از همین تریبون، از همین آدرس نقد و تذکر به حاکمیت گذشته داشتیم. خیلی مسائل اینجا مطرح می کردیم، تذکر می دادیم. ما در صحنه مبارزه پرچم روشن و شعار روشن را انتخاب کردیم، یعنی شما مردم، شما مؤمنین، کسانی که به تبل جنگ و کشت و کشتار کوبیدن در سؤال و در راهنمایی هایی که مردم گرفتن، ما اون چرا وظیفه خودمان دانستیم، شواهد و براهین روشنی هم داریم، با اونها توجه کردیم. امروز هم به عنوان یک دلسوز، به عنوان یک بصیرت و عنوان یک فکر و ایده این مسئله را بازگو میکنیم. باید به اصول و به معیارهای جهانی توجه داشته باشیم. وقتی عفو عمومی اعلام میشود،
باید به این وعده عمل کرد. ما در روایات داریم پیغمبر اگر کسی به غیر مسلمان ها هم وعده میداد میفرمود چون مسلمانی وعده داده است باید به این وعده عمل شود. ما در روایات این اخلاق را یاد گرفتیم. وعده مؤمن مثل دادن به کف دست است. وعده المؤمن کل اخذ بالید. بعد از تحولی که پیش آمد گزارشات پخش شد. حالا واقعیت در چه حدی است من به او فعلا نمی پردازم، منتها این گزارش ها پخش شد که برخلاف اعلان عفو عمومی به تعدادی و عده‌ای را به شکنجه و به اذیت و آزار گرفتن، مخصوصا کسانی که در حکومت قبلی مسئولیتی داشتند. لذا وزارت خارجه امارت اسلامی برای بار جدید اعلام کرد اگر کسی از اعضای امارت اسلامی عفو عمومی را نقض کند پیگیری و مجازات خواهد شد. با این گونه برخوردها نقض قانون ایجاد رعب و وحشت، زندگی پیشرفت فراهم نمی شود. سخنگوی وزارت خارجه گفته است در صورتی که هر یک از اعضای امارت اسلامی از فرمان عفو عمومی سرپیچی کند با وی برخورد قانونی صورت می گیرد و مجازات می شود. وقایع به طور تحقیق می شود، مورد بررسی قرار می گیرد که اگر کسی نقض کرده باشد باید جزا داده شود. انتظار مردم همین است. سختی ها و ناگواری هایی که ملت ما گرفتارش هست ایجاب میکنه ما از این مسائل خردریز بگذریم. اگر کسی به هر دلیلی در حاکمیت قبلی کار کرده، امروز ما اگر به او نیاز است او را به آغوش بگیریم، وضعیت را مدیریت کنیم، دشمنی ها و کینه ها را روشنتر و شعله‌ورتر نکنیم. این قضیه شرایط زندگی را سختتر و ناملایمتر می کند و خیلی باعث نگرانی خانواده ها شده. امیدوارم که این تذکر و این وعده جدید بیش از پیش پیگیری شود. مسئله دوم که باز هم نیاز به یاد کردن داره و مطرح شدن دارد، مسئله است که سخنگوی امارت اسلامی اعلان کرد دیگه ما از ناحیه داعش تهدید نمیشیم. ما خوشحالیم. من از اولم تحلیلم این بود که داعش در افغانستان هیچ وقت ریشه نخواهد گرفت. زمینه حضور این گروه که در واقع افراطی و برخلاف اسلام، اگرچه اسم اسلام را به عنوان یک آدرس جهت فریب مردم به عنوان یک فریب همیشه همراه داره، این در افغانستان زمینه نداره. حالا بعضی کشورها شاید روابط مردم طوری است که زمینه باشه، اما افغانستان داعش زمینه نداره در هیچ ولایت افغانستان. داعش او قدرت نداره که بین ساکنین این سرزمین بتواند دشمنی به وجود بیاورد. مردم افغانستان همدیگر خوب میشناسند. ما رابطه های عمیق بین هم داریم. اقوام افغانستان، زبانهای مختلف افغانستان، مذاهبی که در افغانستان هستند بیش از همدیگر، بیش از دیگران همدیگر میشناسند. در چنین کشوری داعش زمینه نداره. باز هم این خبر برای ما مسرت بخش است که سخنگوی دولت اعلام میکند دیگر داعش تهدید محسوب نمی شود. خبر خوشی است.
ما دنبال همینیم. مردم دعوت به آرامش میکنیم، به حضور میکنیم برای اینکه امنیت پایدار شود. اما باید عرض کنم بعضی از سختگیری ها باعث نگرانی مردم است. فشارهای که بدون برنامه به عهده مردم گذاشته می شود، اینها را باید آرام با مدیریت جلو ببریم. خبری است که می گویند برای اداره کشور نیاز به کمک خارجی نیست. درآمد ملی، عواید داخلی می تواند کشور را اداره کند. خبر خوش است، اما باید حقیقت زندگی مردم هم فراموش نکنیم. امروز بیاییم ببینیم داخل جامعه وضعیت در چی شرایط قرار گرفته. ما هم طرفدار استقلالیم، باید کشور به خودکفایی برسد، اما با این وضعیت فعلی تحمل کردن، مدارا کردن سخت است. امروز اگر بگیم نیست، حقیقت نداره. بیشتر مردم امروز دست به کار نیستن، معاش ندارن، کار بازار، تولید تقریبا در آستانه سقوط است. با این وضعیت جامعه را اداره کردن سخت است. ایجاب میکنه روابط با دنیا را بر اساس فرمول شناخته شده جهانی برقرار کنیم. ما سختگیری هایی را که بهانه دست دیگر را بدهند نباید اینها را اعمال کنیم. چه لزومی دارد اینقدر سختگیری، مخصوصا که صدای اختلاف بلند می شود؟ یک جامعه را باید در یک جامعه اسلامی به اخلاق پیامبر متخلق کرد. اخلاق پیغمبر فقط به ظاهر که نبود، تنها محاسن بلند اخلاق پیغمبر است. این پیغمبر به تعبیر قرآن انک لعلی خلق عظیم، به همین پیغمبر گفته شد قولوا لا اله الا الله تفلحوا، به مردم بگو لا اله الا الله، بگن رستگار میشن. چی معنا دارد ما زنی را برای بیرون رفتن مجبور به داشتن محرم کنیم؟ چرا جامعه را یک جامعه امن نسازیم؟ تا دیگرا اینها را بهانه برای فشار، برای تحریم، برای به سختی کشیدن ملت ما قرار بدهند. امید است اون حقیقت اسلام را تمثیل کنیم با عملمان، با برادریمان. اگر در کشور ما فقر نباشد، کشت و کشتار نباشد، امنیت سراسری باشد، من عرض می کنم بهترین تبلیغ اسلام همین است. این که ما دم از قرآن بزنیم، دم از اخلاق پیامبر بزنیم، بگیم که باید سیمای ظاهری ما تداعی کننده سیمای پیغمبر باشد، با این نمی شود اسلام معرفی کرد. اسلام به ذات خود ندارد عیبی، هر عیبی که هست در مسلمانی ماست. زیاد فرصت نیست، ایام سوگواری بیبی دو جهان زهرای مرضیه سلام الله علیها است. از این مجلله روایات و دستورات زیادی داریم. من یک گوشه ای از سخنرانی بی بی را که در مسجد النبی ایراد شده انتخاب کردم و خدا را سپاسگزارم که توفیق نقل این فراز را در این شرایط نصیب همه شما مردم کرده و من توفیق دارم این فراز را از
آدرس شخصیتی که پیغمبر می فرمود فاطمه پاره تن من است، هر کی او را اذیت کنه مرا اذیت کرده، برای شما نقل می کنم. در فرازی از صحبت عمیق، صحبت استثنایی که حتی قابل مقایسه با سخنان انسانهای فرستاده خدا نیست، فرمود انتم عباد الله نصب امره و نهیه و حملت دینه و وحیه و امناء الله علی انفسکم و بلغاؤه الى الامم. ای مردم، انتم عباد الله، شما پرچمداران دعوت و هشدار خدا هستین. انتم نصب امره و نهیه، همونه که در چندین آیه خدا می فرماید لم تقولون ما لا تفعلون، کبر مقتا عند الله ان تقولوا ما لا تفعلون. همونه که در روایات متعدد فرمودن مردم را با عمل دعوت کنین نه با زبان. زهرای مرضیه فرمود شما پرچمدار دینین، شما پرچمدار دعوتین، شما حامل دینین، شما حامل وحیین. این وحی را که خدا به پیغمبر نازل کرد، قل انا بشر مثلکم یوها الی. امروز مردم مسلمان ها پرچمدار این وحیان، مسئولیت این وحی را دارند. فماذا بعد الحق الا الزلال، اگر جامعه اسلامی توجه نکنن، جامعه مخالف جامعه اسلامی توجه دارن، ما باید متوجه باشیم چه مسئولیت هایی داریم. فرمود شما این فرهنگ را به جامعه ها و تمدن ها و نسل های آینده باید برسانین. بلغاؤه الی الامم، جامعه اسلامی را با این فرازها بیدار می کند. فکر نکنین قرآن در بین شما هست کافیه. فرمود شما بر این پندارید، بر این خیالید، و زعمتم حق له فیکم، شما بر این خیالید و بر این ویژگی ها آراسته اید. یعنی یک امت ارزشمند، یک امت بالا و برتر هستین؟ نه، باید به وظایفتان توجه کنین. شما فقط با نام پیغمبر شهره آفاق نشدین، باید به وظایفتان عمل کنین. زهرا پیام دارد برای همه نسل ها، الگوی است، الگو است، نه الگو برای ما، الگو برای فرزندانش، فرزند مثل حسین، فرزند مثل حسن، فرزند مثل زینب و سایر عزیزانش تربیت کرد. این مادر نمونه با این اندیشه استثنایی وارد زندگی شد، وارد کار شد، وارد تلاش شد و توانست در اون عمر کوتاه اون همه برکت و اون همه خیر را نصیب جامعه اسلامی کند. که وقتی از امام صادق سوال شد حی علی خیر العمل چی معنا دارد، از رد در یک عبارت فرمودند دوستی زهرا و فرزندان زهرا. ایام مریضی بی بی است بر روایت دوم، هر امام این مجلل را یاد می کرد احساس غربت می کرد، احساس غم می کرد، احساس هندو می کرد. امام هشتم تا 45 سالگی فرزند ندارد، بعد از 45 سالگی خداوند جواد الائمه را به حضرت رضا علیه السلام عنایت کرد. فرمود مولود با برکت تر برای شیعیان ما از جواد الائمه نیست. 4 ساله بود بیرون منزل دستش روی زمین گذاشته بود، به آسمان نگاه میکرد، چشمای عزیزش مثل ابر بهار
عشق میریخ. خبر دادن به امام رضا آقا فرزند تنها فرزند در حال گریه کردن است. حضرت تحمل گریه جواد الائمه را نداشت. وقت آمد سوال کرد عزیز پدر چرا گریه میکنی؟ فرمود به یاد مصیبت های مادرم زهرا. امام صادق تا نام زهرا رو می بردن اشکش جاری می شد. امام باقر علیه السلام وقتی بدنش تب می کرد آب می آوردن به نام بیبی صدا بلند می کرد و اشک جاری می کرد. شنیدین در شام زین العابدین در مسجد اموی افتخار کرد به این که فرزند فاطمه است، الگوی او زهراست. جمله ایست از امیر المومنین در اون نامه‌ای که نوشت، فرمود لیل فخر به فاطمه، من افتخار میکنم که خدا به من این جایگاه را نصیب کرد، من همسر زهرا شدم. کی از زهرا؟ امیر المومنین میفرماید لیل فخر به فاطمه. خیلی بیبی بزرگ است. نقل میکنم روزهای آخر عمرش بود، اخرج من کان فی البیت، یه نگاهی کرد بچه ها درون خانه بودن کنار پدر و مادر، همه را دستور داد از خانه بیرون شدن. حسنین از خانه بیرون رفتن، زینبین دخترها از خانه بیرون رفتن، فقط مظلوم و مظلومه کنار هم موندن، علی و زهرا. اولین جمله ای را که زهرا فرمود دل علی رو آتش زد. فرمود علی جان من رفتنی هستم. پدرم پیغمبر فرمود اولین کسی که به من ملحق می شود تو خواهی بود. فرمود لا تعلم احدن قبری. سؤال است از محضر همه شما عزیزان، اونهایی که مکه رفتین کسی به شما نقل کرده که قبر فاطمه رو زیارت کرده باشه؟ فرمود علی جان قبر مرا به کسی نشان ندی، غیر از تو کسی دیگری بر من نماز نخواند. لا تصلی علی احد منهم. چه اخلاقی، چه کلاسی. فرمود علی جان وقتی مرا به خاک سپردی، قبرم رو به کسی نشان ندادی، خودت بر پیکرم نماز خواندی، اجلس عند رأسی قبالت وجهی، کنار صورتم بالای سرم بنشین. اون ساعت ساعتی است که مرده ها به زنده ها خیلی نیاز دارن. فاکثروا من تلاوت القرآن. خیلی برام قرآن بخوان علی جان. خدایا این مصیبت را بر مولای ما، بر عزیز زهرا، بر آخرین یادگار معصومش امام زمان آسان بگردان. همه مردم ما را برای شناخت بیبی دو عالم زهرای مرضیه سلام الله علیها توفیق مرحمت فرما. خدایا به برنامه های زهرای مرضیه به جایگاه اون مجلله قسمت میدهیم، امنیت همه مسلمین ملت و مردم ما را کامل تامین بگردان. خدایا باران رحمتت برکاتت را بر همه بر ملت ما نازل بگردان. همه ما را در محوریت قرآن به هم دیگه نزدیک و مهربان بگردان. فرج آقا و مولای ما صاحب الزمان برسان. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذين امنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر.